آقای امانوئل اوتولنگی، پژوهشگر مؤسسه دفاع از دموکراسی. سوالی که میخوام امروز الان از شما بپرسم اینه که آقای روحانی امروز تاکید داشت که برنامه‌های نظامی ایران جنبه دفاعی و بازدارنده داره. در واقع با توجه به واقعیات موجود این تا چه حرفی تا چه حد این حرف درسته؟ You know, I found his speech remarkable. من فکر می‌کنم که سخنرانیش خیلی جالب بود از خیلی بعضی نظرا. یه مدتی خیلی حالت دفاعی گرفت، بعد پاسخ میداد به حملات و اتهامات گوناگون از سوی ترامپ و نتانیاهو در روز قبل و خیلی حالت دفاعی به خودش گرفت. خیلی از چیزایی که گفت از جمله در رابطه با ارتش ایران، من فکر می‌کنم که خیلی جالب توجه بود. برنامه موشک‌های بالیستیک ایران که روحانی توصیف کرد به عنوان یک مکانیزم دفاعی، قبل از هر چیزی واقعا در عبارات متعارف هیچ معنی نداره. فقط موقعی قابل فهمه که بهش نگاه کنیم به عنوان یک وسیله‌ای برای جنگ افزار متعارف. برابر یه سوال دیرین وجود داره که برمیگرده به در واقع اون هسته مرکزی توافق هسته، این که برنامه موشکی کاملا بهش رسیدگی نشد در اون توافق، و بعد حرفی که میزنه کاملا متضاد با خود رفتار ایران در منطقه. این رئیس جمهوری کشوریه که درگیر بوده طی 6 سال اخیر به صورت مداوم در حمایت از پاکسازی قومی، استفاده از تسلیحات شیمیایی، نقض موارد حقوق بشر، جنایات جنگی در سوریه، مرتکب تخصیص داده بسیاری از پول کشور رو برای حمایت از رژیم بشار اسد و تقویت رژیم بشار اسد، و حتی تمام نیروی هوایش رو به کار میبره برای اینکه کمک بکنه به دقیقاً به رسوندن تدارکاتی که رژیم سوریه رو ابقا میکنه، و در واقع داره کمک میکنه به آنچه که ممکنه نهایتاً به جنگ بعدی حزب الله و اسرائیل بیانجامه با تقویت نیروهای نیابتیش. بنابراین این کشوری نیست که فقط یک موضع دفاعی داشته باشه و بخواد با همسایگانش در صلح قرار بگیره. این اقداماتی یک کشوری که حالت تعرضی کامل داره، که به هیچ وجه محدودیتی قائل نمیشه برای نوع ابزار و وسایلی که برای پیشبرد اهدافش به کار میبره. درسته. شما در صحبتتون اشاره کردید که سخنرانی امروز حسن روحانی یک حالت دفاعی داشت. آیا این حالت تدافعی در سخنرانی از ترس به وجود اومده یا یک استراتژی و سیاست ورزیه؟ اتهاماتی که عنوان شد علیه ایران خیلی قویه، و پرزیدنت ترامپ باید حتما میگفت، یعنی روحانی باید در واقع میگفت خطاب به ملت خودش و همطور رهبران جهان دیگه، باید یه پاسخی میداد. مسئله اینه که چیزی که روحانی گفت در سخنرانیش و اقداماتی که ایران در جهان انجام میده کاملا هیچ کدوم همخوانی ندارن با هم. مثلا روحانی میگوید که ایران قصد صدور انقلابش رو نداره از طریق توسل به زور و اسلحه. بله، ممکنه ایران از طریق راه‌های متعارف نظامی نکنه، ولی رژیم ایران سرمایه گذاری میکنه میلیاردها دلار رو اشاعه پیام انقلاب خمینی به 4 گوشه جهان، حتی در اروپا و ایالات متحده این کار میکنه، در آفریقا این کار میکنه، در آسیا و در آمریکای لاتین پیام را اشاعه میده. بنابراین البته شاید خیلی حالت راه‌های غیر معمول غیر متداول در حالی که ایران حمایت میکنه از فعالیت‌های حزب الله تا در خارج از خاورمیانه، ولی کاملا روشنه که دولت ایران میخواد انقلاب خودش رو صادر بکنه با نوع رادیکالی از شیعیگری که در واقع بتونه توجیه بکنه نوع و ماهیت فعالیتاشو. درسته. به عنوان سوال آخر در واقع بفرمایید که ارزیابی کلی شما از سخنرانی امروز حسن روحانی چی بود؟ آیا الان که ما داریم در موردش صحبت میکنیم حسن روحانی در سخنرانیش موفق بود یا شکست خورده؟
و به صورت کلی هم توضیح بدید که در واقع چه ارزیابیتون چیه. من فکر میکنم که جمعاً متن کامل سخنرانیش اینه که ایران در حالت دفاعی قرار داره. جمهوری اسلامی ایران عادت کرد طی چند سال اخیر به دولت آمریکایی تحت اوباما که خیلی میخواست به هر گونه ای که شده به نوعی در واقع آرامش با ایران دست پیدا کنه در رابطهش. بنابراین از خیلی از فعالیت های شرورانه ایران گذشت. دولت اوباما فعالیت های ایران در خاورمیانه و فراسوی خاورمیانه در صحنه جهانی. الان یک دولت جدیدی در آمریکا هست و این دولت میخواد یک سیاست ایران تازه‌ای رو پیشه بکنه و اون چی که به نظر میاد این دولت سیاست تازه یه آمریکا در رابطه با ایران پس خواهد ران. سیاست ایران رو چه در سوریه باشه، چه در منطقه خلیج فارس باشه، در یمن باشه، مسئله حقوق بشر، مسئله موشک باشه و همینطور مسئله ای که پرزیدنت ترامپ گفت برای جدا کردن رژیم ایران از مردم ایران و پیشبرد دموکراسی در داخل ایران و در واقع غیر مشروع اعلام بکنن یا نشون بدن دولت ایران رو. و در واقع این نوع برخوردیه که مدت هاست ایران باش رویارو نبوده و در واقع یک چالش مستقیمیه برای قدرت بقا و اعتبار دولت ایران. برای همین بود که اینقدر جنبه دفاعی داشت سخنرانی روحانی.